در این برنامه من از سومین شهر پرجمعیت مازندران که زمانی دهنو نامیده میشد و بعدها به نوشهر تغییر نام یافت دیدن میکنم. نوشهر یکی از زیباترین مناطق شمال ایرانه. نوشهر در گذشته حسب دوره‌های متعدد تاریخی نام‌های مختلفی داشت، از جمله حبیب‌آباد. این نام برگرفته از نام حبیب‌الله خان، حاکم قاجاری منطقه بود. سپس نام اون به دهنو تغییر یافت. در زمان پهلوی اول با تأسیس بندر و ایجاد ارتباط تجاری با کشورهای دیگه، این شهر ساختاری جدید پیدا کرد و نام اون نوشهر شد. اولین جایی که در نوشهر از اون دیدن می کنم بندر نوشهر. بندر نوشهر یکی از مهمترین بنادر اقتصادی و تجاری ایرانه که سالانه حجم زیادی کالا از طریق این بندر مبادله میشه. این بندر نزدیکترین بندر به پایتخت ایران تهرانه و مجهز به خطوط هواییه. فاصله این بندر تا تهران 140 کیلومتره. ساخت بندر نوشهر در سال 1309 خورشیدی با مشارکت شرکت‌های هلندی و بلژیکی آغاز شد و در سال 1318 به بهره برداری رسید. اولین محموله‌ای که در این بندر تخلیه شده قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب‌آهن کرج بود که از روسیه با یک کشتی تجاری به ظرفیت 1000 تن بارگیری شده بود. بندر نوشهر بر اساس میزان تخلیه و بارگیری کالاها در سال 1401 به عنوان سومین بندر پرتردد شمال ایران و 12 بندر پرتردد کشور به شمار آمد. سالیانه حداقل 500 فروند کشتی در این بندر تردد می کند. در بندر قدیمی نوشهر با نوروز بها دانش آموخته کارشناسی ارشد دریایی از دانشگاه مالمو سوئد و نویسنده کتاب تاریخچه دریایی منطقه اقتصادی نوشهر دیدار می کند. عمده کالاهای وارداتی در این بندر غلات، مواد شیمیایی، مواد معدنی، آهن‌آلات، مساله ساختمانی، لوازم یدکی، مواد نفتی، مصنوعات فلزی، کاغذ و مقوا، چوب و تخته، لاستیک و پلاستیک، پارچه و الیافه و کالاهای صادراتی هم شامل تروار، خشکبار، محصولات دامی و گیاهی، مواد معدنی، فلزات غیر آهنی و کالاهای سوپرمارکتی. متشکرم. درود بر شما. احوالت؟ کلن جناب بها جانم، کار یدکش چیه؟ ببینید، یدکش ها شناوره خدماتی هستن در تمام بنادر. یکی از وظایفشون در بنادر ارائه خدمات پوش کردن و جداسازی در واقع کشتی هست. کشتی که میاد وقتی که میخواد به اسکل پهلو بگیره، این یدکش ها اینو هدایت میکنن. بله درسته. پوش میکنن، هول میدن و به اسکل میچسبونن. آدرس آره. در نه خدمت ما هر ساعت که الان که روی عرشه علمکو هستیم. سلام. آقا درود بر شما. سلام حال شما. درود بی پایان. ارادتمند ولی قربان نامدار قربوش آقای نجفی، عملیات دریایی ما آقای نجفی هم که مسئول راهت عمومی بنده هستن. بله، لباس رسمی خوش آمدید. قربوش آقا روانا خوشحالم در خدمت شما. فدای شما بشم. بر خوش آمدید. امیدوارم روزای خوشی اینجا داشته باشید. کار یدکش خوب کشتی ها رو یدک میکنه دیگه. یکی از کارهای دیگه چیه؟ کارهای دیگه کمک میکنه توی جداسازی و پهلودهی برای شناورها. اگر شناوری به خطر بیفته میره کمکش، حتی در بعضی مواقع برای بخشای کمک میکنه به آلودگی که باشه، شناور آلودگی بومو بخواد جابجا بکنه، یا حتی تو عملی جستجو نجات هم میتونه شرکت کنه. تو همه اینجا شرکت کنه. آقای خلی، این یدکش که الان مشاهده میکنید داره جلو میشه به نام عابده، منتها این یدکش در سال 1352 به ناوگان خدمات دریایی نوشهر افزوده شد. اون موقع به نام ششم بهمن بود. اتفاقا همین اسکله در همین جا مراسم استقبالش با حضور رئیس وقت بندر مهندس همایونی انجام شده در سال 52. در سال 1352 خدمتتون عرض کردم که این از اون موقع داره کار میکنه. این شناوری که مشاهده میکنید داره جمع میشه، شناور راهنمامره
وظیفه‌اش بردن گرفتن راهنما یا کاپیتان داخل بندری است که میره شناوری که میخواد بیاد راهنما رو میبره و کشتی رو راهنما رو میاره و بعد هر شناور یه مسئولیت خاص خودشه. هر مسئولیت و شناور تخصصیه. همونطور که مشاهده می‌کنید نام این شناور میسمه. این شناور سال 1953 به نام میمند به ناوگان در واقع خدماتی بندر نوشهر از سال 1353 تا به امروز مشغول به خدمته. کسله داره کار می‌کنه. ما سوار برای یدکش گشتی در محوطه بندر میزنیم. سلام علیکم. درود بر شما. حال شما؟ سلام کاپیتان. روز بخیر. درود بر کاپیتان. احوال شما قربونت برم. فدای تو. ای کاش همه میتونستم مثل من مهدی خلیلی یه سفری داشته باشن دریایی. چون آخه در کاسپیان ما هیچ قایق مسافربری نداریم. درسته کاپیتان؟ بله. گردشگری دریایی در مازندران حکایتی پیچیده و پروعده داره. گردشگری دریایی از موضوعات مخفول مونده در استان مازندرانه، اما چرا؟ جناب آقا خیلی در حسرت سفر دریایی هستن تو کشور ما. بله. ما با داشتن این دریای کاسپیان چرا موقعیتی رو ایجاب نکردیم که بتونن مردم این منطقه یه سفری رو تجربه کنن در دریا؟ بله. عرضم به حضورتون، ببینید سفرهای دریایی معمولا به مقصد از یک نقطه شروع میشه به نقطه ختم میشه، یا سفر کاریست یا سفر دریایی تفریحی. ما در دریای مازندران در شمال خدمت تو مرسد به دلیل اینکه کشورهای در واقع ساحلی، پنج کشور ساحلی مراودی خیلی زیادی با هم رو بحث گردشگری ندارن، در نتیجه مسافر دریایی هم انجام نشده مثل سایر مسافرت ها تو مود دریایی. اما باز به طور خاص حتی طرحی بود که در خود در واقع بین داخل شهر کشور دست از بندر انزلی به بندر امیرآباد دقیقاً در طول سواحل دریای مازندران اتفاق بیفته ولی موفق نبود، علارغم که خیلی سعی و تلاش هم شد سفر دریایی، یعنی میفهمید گردشگری دریایی نه من گردشگری هم بهش میبرد اونتا به دلیل اینکه ببینید شناور اول زیر ساخت خوبی نداریم ما برای این کار، بعد شناورای خاصی میخواد. چرا؟ برای مثال یه مسافری که میخواد از استان گیلان از بندر انزلی بخواد بیاد بره یه سفر دریایی داشته باشه، باید این بیاد با ماشین خودش بره داخل کشتی، کشتی‌ها هستن بهشون رو میگن یا رو پکس میگن، بله. مسافریش هستن بره و بیاد در بندر نوشهر یا بره بندر امیرآباد یا بره بره خب بندر دیگه پیادهش و ادامه سفر با ماشین خودش طی کنه. کاملا. این وجود نداره. در نتیجه یعنی امروز اگر من بخوام بیام از بند از امروز از نوشهر برم انزلی با ماشین خودم نمیرم، رفتم اونجا مشکل دارم شروع میشه، باید یه ماشین بگیرم و در حالی که با ماشین شخصی خودم خیلی راحت تره کنه. اما در خصوص ارزم بزرگ گردشگری دریایی، خب به حال گردشگری دریایی علارغم اینم که دو استان مازندران و گیلان و به طور خاص مازندران غرب و استان مازندران جاذبه تفریحی دریایی بسیار زیادی دارن، متاسفانه ما هنوز یک پست اسکله اختصاصی تفریحی برای قایق‌ها نداریم. می‌بینی که قایق‌ها خب خودتو مشاهده می‌کنی، قایق خیلی به صورت ابتدایی می‌زنن به ساحل، تو ساحل مردم میان سوار میشن تو ساحل و میرن، یعنی ما نتونستیم حتی یه مارینا ایجاد کنیم. مارینا چیه؟ مارینا در واقع اسکله های تخصصی شناوری تفریحی است. بعد بحث های مدیریتی مهدی خلیلی قصد داره دریانوردی رو آموزش ببینه. کاپیتان رنجبر هم مدرس هم میشه. کرده سکان و همجور که رادار استیلیتی نشانگر سکان میبینید عمل کرد چقدر سریع. کاپیتان الان چقدر سفت شده؟ خب من گذاشتم رو جوستیک، اینو میذارم رو بی. خب حالا میتونید الان هر سمت که الان این سمت درسته؟ پورت الان شما به سمت پورت سایت چپ میرم درسته؟ شما استار بورد سایت داشتیم الان پورت سایت بعد اینجا رو صندلی میشینید رو از دیگه نه؟ بله میشه نشه درسته؟ بله چه لطفی داره واقعا واقعا البته زمانی که به یه بندر نزدیک میشی بیشتر شوق داری تا اینکه افق تماما آبی، درسته یا نه؟ دقیقاً برای من اینه. همه امید تمام دریانوردا رسیدن به ساحل امن. ساحل امنه. بله. آقا دست فرمونم چطوره؟ عالی خدایی. فلسار ناپیدای خیلی. فضاد بشم. خب حالا یه ادای شما رو در بیاریم کاپیتان، حالا بدون خیلی یا بدون تحصیلات یا مدرک میگیرن دیگه. ما حالا بدون تحصیلات داریم مدرک میگیریم. مدرک کاپیتانی بگیریم. در ادامه نوروز بها منو به یک کشتی باری ایرانی میبره که ساخت روسیه است و کاپیتانش هم اهل اوکراینه.
بفهم جان خیلی الان داریم میریم پل فرماندهی در واقع کشتی درسته؟ بله نزد کپتن کشتی که اونجا به حال بیشتر میتونن راهنمایی کنن و موضوعاتی که بخوایم رو ما در اختیار ما بذارن. بفهم بله بفهم بفرمایید. کاپیتان سنگی وزن اوکراینی میزبان ماست. هلو، گود مورنینگ. مستر خالی، تی وی پرزنتر. هاو ار یو کاپتن؟ آی ام اوکی. هاو واز یور وایج کاپتن؟ هاو واز یور وایج؟ وایج وری گود. مhm. وری گود. اوکی. اول اوکی، کرو اوکی، هیلث اوکی، کارگو اول اوکی، اول وری گود کاندیشن وی بری. همه چیز خوبه. آره، آره. خودت هم خوبی، خودش هم خوبه. How are you, Captain? You're fine. You are. Yes. Okay. Yes. Of course. Captain, how old are you, by the way? Me? Yeah. 71. Really? You have a young head over old shoulder. It doesn't seem you be 72, Captain. اما سوال اینجاست که چرا اکثر کشتی‌های ایرانی ناخدا یا کاپیتان و خدمه خارجی دارن؟ خوش آمدید آقا. فدات بشم آقای سلیمانی، شما افسر اولی. با اجازه شما. یعنی تنها کسی هستید با کاپیتان ارتباط نزدیک داری و تبادل افکار می‌کنی. انشالله. شما بچه شمالی؟ نه. بچه کجایی؟ کرمان. بچه کرمانی؟ من فکر کردم بچه سیرجونی. دمت گرم بابا. خیلی ممنون. خب خیلی خوشحالم. ببین رفتن در سفر در دریا، من اتفاقا کارگردان ازم پرسید خلیلی اگه تو مثلا اون شغل نداشتی در طول عمرت مایل بودی ابتدای کار دریا نورد باشی؟ گفتم والا وقتی فکر میکنم شما ماها باید تو دریا باشی. واقعا شما کار بسیار سختی دارید. بله. درسته؟ بله. یعنی ماها مدام تنها امواج رو میبینید و سواحل رو و دریا رو میبینید، دور از خانواده همه یه طرف. الان 8 ماه و نیم من روی بردم. 8 ماه و نیم. بله. روحیه و عاطفه ما ایرانی ها دریا سازگار نیست. ما آدم های عاطفی هستیم، به خاطر همین دریا با ما نمیسازه. خیلی سخته. چند تا بچه داری؟ دوتا. خدا حفظشون کنه. پسرن دخترن؟ یه پسر یه دختر. چند سالشونه؟ پسرم 27 سالشه، دخترم 18 سالشه. خدا حفظشون کنه. بعد ارتباطتون چطوره؟ این مدت تو همدیگر رو نمیبینید از نظر عاطفی؟ عمو بهت نمیگن که؟ نه. بابای جای خوده. بله. خیلی هم با هم صمیمیم. عالیه. خیلی با هم دوستیم، مخصوصا با دخترم و پسرم خیلی من دوستم. اینقدر چهرت مهربونی که منم با دوست شدم. خیلی ممنون، متشکرم. در ادامه حضورم در بندر نوشهر، من از موزه بندر دیدن می کنم. موزه دریایی که یکی از جاهای دیدنی نوشهره، به عنوان اولین موزه تخصصی در شمال کشور شناخته می شه. در این موزه ماکت های کشتی های قدیمی و تاریخی و ابزارآلات کشتیرانی نگهداری می شه. عکسای قشنگیه. خیلی قشنگه. اصلا انسان گذشته رو میبینه. درود بر اونهایی که این ابتکار رو به خرج دادن. مال 50 سال پیشه. چی؟ شمایی؟ بله. در موزه بندر با یکی از قدیمی ترین کارگرای بندر ملاقات میکنم که پدر، برادر و خودش از کارگرای قدیمی بندر بودن. سلیمان از خسروی. البته الان هم جوونی هم. الان چند سالته؟ 80 سال. خدا حفظت کنه. بله. ولی من فکر کنم 40 ساله هستی. حسن خسروی 1329. پدرم از بندر انزلی اومد به بندر نوشهر. یعنی زمانی که ما آمدیم اینجا این شهر آبادی نبود. پس از انزلی اومدید شما. بله. و پدر شما اینجا چیکاره بود؟ راهنما بود. اولین راهنمای بندر که نوشهر، یعنی اولین راهنمایی که کشتی‌ها رو میاره داخل اسکله پهلو میگیره. بابا آقای خسروی، داستان این زنگ چیه؟ آقای خلیلی، این زنگ داستانش خیلی زیاده. این زنگ در تمام دنیا 3 تا یا 4 تاست. یکیش در بندر نوشهره. این که این زنگ اولش روی کشتی فار 1000 تنی اونجا سوار بود در بندر شاه، الان هست بندر ترکمن. البته یک کارگر بی اعتیاد برن که اون زنگ نزنه، چکش گرفت یه لبه این زنگ رو پروند، افتاد تو آب و دیگه هم پیدا نشد. بعد این آوردن اینجا، خواستم ببرن برای بندر انزلی که تعمیر کنن.
تش فرسوده بود دیگه نتونستن همینجا اینا اوراق کردن توسط برادرم اینو آوردن در نوشهر. بعد کارایش چی بود؟ کار این بود که در بندرشاه بود وقتی هوا مه میگره فلان نمیتونستن ببینن این زنگ به صدا در می این زنگ به صدا در می آوردن یعنی یه کشتی داره میاد نه بهش میگفتن اینجا بندره آها اعلام میکردن اینجا بندره اینجا بندره آقای خسروی اینجا موزه بندر نوشهره عتیقه ها رو نگه میدارن بله شما که پدر در پدر با بندر کار کردید بله و به نوعی یه پیشکسوت و قدیمی این بندرید بله یه عکس یادگاری میخوام با این عتیقه بگیرم خواهش خوبه؟ خواهش میکنم آقای خسروی من رو نگاه کن بخندیم باشه